Bahşın sonum barandozam barandozam to moyoni ben ozam ben ozam maliron ro bahşte jon dobore poz bi sozam be yakma burdi as sofre nanam ro گرفتی جان پرشور جوانم را شکستی هم قلم هم استخوانم را ندیدی خشم سرخ ناگهانم را براندازم براندازم تو پایانی من آغازم آغازم من ایران را به خشت تکرار زلت بار بی حاصل همان موجی که میکوبم یا پی مشت بر آرامش ساحل براندازم براندازم تو پایانی من آوازم من آوازم من ایران را به خشت جان دوباره باز میسازم خودم میسازم از نو سر نوشتم را خودم باید بچینم کارو کشتم را جهنم ساختی از روزگار من خودم پیدا کنم راه بهشتم را براندازم براندازم تو پایانی من آوازم من آوازم من ایران را به خشت جان دوباره باز میسازم آره سپاس درود دیگر بر شما بینندگان و شنوندگان بسیار ارجمند این پایگاه فرهنگی در اسرائیل پارس تیوی سیمای پادشاهی ایران زمین و سازمان سربازان پادشاهی امیدوار هستیم که این هفته هم بتوانید چون دیگر هفته ها برنامه باشه سازنده و پرسش های شما رو پاسخگو بشید نخستین دگرگونی در برنامه امروز این که همکار خوب و بسیار ارزنده من پریسا در یک مأموریت هست از سوی اسرائیل پارس تیوی در بیرون از اسرائیل که امیدوار هستیم در آینده خیلی نزدیک با دست پر برگرده و خبرهای خوبی به شما بینندگان و شنوندگان بسیار گرانمایه این پایگاه فرهنگی بگه جای پریسا یا خوبم رو سگی نازنینم گرفته در خدمت ایشون هستیم اولین بار من و سیکی در یک برنامه مشترک هم زبان میشیم در خدمت شما خوبان پارسی زبان اسرائیل و شما خوبان هممیهن همزبان در سراسر دنیا به ویژه در خانه نیاکانیمون آریابوم بزرگمون ایران زمین شما شنوندگان و بینندگانی که این پیام فرهنگی رو بانگ ما رو فریاد ما رو در ایران دوستی و در دیگر ارزش های ارجمند مانا دوست عزیزی ما رو از امریکا رو خطمون هست درودهای فراوان بر تو بزرگ مرد بکنم ایشون بستن باز بر میگردن اوکی اوکی به هر روی سپاسگزار هستم از یکایک که شما و پیش پیش سپاسهای فراوان از کامی ارجمندم که ریزکاری های فنی رو انجام میده و یک بار دیگه امیدوار هستم که این برنامه بتوانه سازنده باشه گویا باشه و ارجی داشته باشه در دل یکایک که شما در سر و دل شما خوبان شنونده و بیننده دیوان پیر بزرگ سخنور شهر رازهای ایران زمین رو باز کردم و امروز به نام نامی او یک پیام بسیار زیبا اومده و اون که سر و چمان من چرا میل چمن نمی کند همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند تا دل زهر گرد من رفت به چین زلف او زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند پیش کمان ابرویت لابه همی کنم ولی
گوش کشیده است از آن گوش به من نمی کند. با همه لطف دامنت آیدم از سبا عجب، که از گذر تو خاک را مشک وطن نمی کند. مشک وطن ارجمندی که هر یک از ما در هر گوشه از جهان از این هستی پهناور دلمون برای او تنگ شده، به راستی دیر یا زود نویدهای خوشی از اون سرزمین برای شما بینندگان و شنوندگان ارجمند این پایگاه فرهنگی خواهیم داشت و اون این است که ایرانی صاحب خانه خودش شده و بیگانه رو از ایران زمین رانده. درود دیگر بر نازنین بانوی خوبمون سگی ارجمندم، این شما و این هم بینندگان خوب و ارجمند این پایگاه فرهنگی. سیگی جان راحت باش، آسوده و آرام. برای اولین بار سیگی با من نشسته، همش در این تنش بود که آی نکنه من تو پاک بزنم خراب کنم. نگران نباش، همه دوستان خوب ما از خودمون هستن، هیچ بیگانه‌ای در میان ما نیست. درود بر شما دکتر عزیز و سپاس از شما بینندگان و شنوندگان عزیز. عرض بخیر میگم به همه شما. البته دکتر گفتن من جای پریسا رو پر کردم، من نمیتونم جای پریسا رو پر کنم، ولی به هر حال تا اونجایی که بتونم با یاری دکتر این برنامه رو اجرا کنیم. بله، امروز پنجشنبه 26 مهر ماه سال 1397 برابر 18 ماه اکتبر سال 2018 میلادی هستیم و دکتر اگر اجازه بدین شما فکر کنم مهمون‌های ویژه‌ای دارین امروز در برنامه. بله، اگر می‌خواید کوتاهی. بله، آقای سهراب چمنارا رو داریم از ایالات متحده آمریکا با ما خواهند بود که در زمینه نگارش پیشنویس قانون اساسی سال هاست دارن تلاش میکنن، و خانم ژالیه دفتریان رو از پاریس خواهیم داشت که نگارنده که از پیشوایان زبان پارسی هستن و از جامعه زرتشتیان ایرانی. امیدوار هستیم که آقای چمنارا از امریکا و خانم دفتریان از پاریس با ما باشن و گفتگویی داشته باشیم با شما بینندگان و شنوندگان خوب و ارجمند این پایگاه فرهنگ. بله، ایشون قبلا زنگ زدن و متاسفانه نتونستیم و امیدوارم که در طول برنامه به زودی به ما برگردن. بله دکتر، یکی از خبرهای داغی که امروز داره در سراسر دنیا شنیده میشه این تحریم حدود 20 شرکت و بانک‌های ایران توسط امریکا، از تراکتورسازای تبریز تا بانک ملت هست. آیا شما فکر میکنین که این موضوع یه تحریم چه عکس العملی رو چه ایران داره؟ بله. چه فشاری در جمهوری اسلام جان سخن رو ما میتونیم بچلانیم و بگیم تبار دیو و ددی که 40 سال پیش در ایران از روی سرنوشت بد ملت ایران بر این ملت حاکم شدن و ایران زمین رو جولانگاه کشاکش های ناپاک خودشون قرار دادن، ما همچنان این زیان رو داریم میپردازیم. زیان بزرگی که ریشش به 1400 سال پیش باز میگرده و امیدوار هستیم که با فرو ریختن این تبار دیودت به دست توانای جوانان ایران زمین، زنان ایران زمین و همه میهن دوستان ایران زمین، این داستان کهنه برای همیشه برچیده بشه. ولی چه زیانهای فراوانی در این درازا ما میبایستی بپردازیم، این سخنیست بارشتهی بس دراز. ایالات متحده امریکا از سال گذشته که با روی کار آمدن آقای دونالد ترامپ سیاست تازه‌ای رو پیش گرفته، علی‌رغم 8 سال دوران زشت بدی که در دوران آقای اوباما بود و کم به دیودد ایرانی دیودد حاکم در ایران امکان نداد و این گمان غلط ایشون این بود که با این امکان دادن تروریست ها رو میتونه آدمشون بکنه، رامشون بکنه و وادارشون به مذاکره بکنه، که این اشتباه بزرگ
کم زیان به شهروند ایرانی و به ملت ایران و همه ایرانیان در سراسر جهان و دیگر ملت‌های جهان، میلیون‌ها کشته، هزاران کشته، هزاران هزار کشته ای که از دستگاه های تروریست جهاد و حماس و حزب الله و داعش و هشت و شعبی و بوکو حرام و دیگران، این همه کشته ها همه خوراک ناپاک آقای اوباما بود در تفاهمش با دستگاه تروریستی که بر ایران حاکم است. در این گذر آقای دونالد ترامپ اومده و یک روش تازه‌ای رو پیش گرفته در حفظ حقوق شهروند ایرانی و پیشگیری از جنایاتی که دستگاه میکنه. این تحریم‌ها زیان‌های بسیاری به ایران خواهد زد، زیان‌هایی که شهروند ایرانی هم میبایستی بهای سنگین اون رو پرداخت بکنه، ولی هدف آقای ترامپ بی سر سوزنی تردید و همچنین ادمنستریشن اصولا ایالات متحده این نیست که به مردم فشاری بیاره، بلکه رژیم رو میخواد ساقط بکنه، بلکه این امکان رو به مردم میخواد بگه تا علیه رژیم دیودت برخیزن و اون رو فروریزن و یک شیوه دموکراتیک رو در کشورشون جایگزین بکنن. به لحاظ این تحریم های بسیار بسیار سرنوشت ساز، شمار بزرگی از کمپانی هایی که با ایران کار میکردن، چه کمپانی های صاحب نامی چون توتال فرانسه یا زیمنس آلمان یا دیگر کمپانی ها و چه کمپانی های کوچک از طرف دیگه از ژاپن و هند و دیگران گرفته، همه پیمان هایی که برای پیمان ها قراردادهای نفتی که داشتن همه رو دونه دونه دارن کنسل میکنن و در دیگر زمینه ها سرمایه گذاری هایی که کرده بودن همه داره متوقف میشه و اصولا تحریم ها نقش اساسی خودش رو تا به حال خوب انجام داده و در آینده هم به همین شدت پیش خواهد رفت. ولی اونچه که در ماه نوامبر، در 4 نوامبر دور تازه این تحریم ها آغاز خواهد شد، اون وقت خواهد بود که بانک های ورشکسته جمهور شیعه در ایران نابودتر از اونچه که هستن بشه و رژیم دیگه توان کشیدن بار سنگین این بدهی های سنگین رو بر دوشش نداشته باشه. بنابراین ما میبینیم که آقای کریستین لاگارد رئیس بانک بین المللی در از شرکت در کنفرانس داووس کویر هم خودداری کرده که روی دیگری بر واکنشی بوده به قتل آقای قاشقچی در کنسولگری یا سفارت عربستان در ترکیه که در فراز دیگر از اون خواهیم گفت، ولی این جریان در یک جمع‌بندی کلی بی ارتباط با اونچه که در ایران میگذره و در تحریم‌های کمرشکنی که ایالات متحده آغاز کرده و پشتیبانانش از اسرائیل گرفته تا عربستان و اروپایی که آرام آرام داره به میدان میاد، به این لحاظ که کمپانی‌های خصوصی هستن سازندگان سیاست در اروپا، نه دولت مردان اروپا یا سیاست مداران اروپا، این بازی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد تا رژیم در ایران فرو بریزه. بله. باز در ادامه در این موضوع، رژیم جمهوری اسلامی مدعی شده که تحریم‌ها به مردم ایران فشار میاره و سازمان ملل باید نسبت به این وضعیت حقوق بشر در ایران واکنش نشون بده. آیا این ادعای جمهوری اسلامی درسته دکتر؟ درسته و پیگیر خواهد بود و تردید نیست که زیانهای فراوانی به دنبال خواهد داشت و در حدی که کنترل امور از عهده سردمداران دستگاه حاکم بر ایران بیرون خواهد رفت و از سر ناچاری امروز و فردا هست که ما گواه فرار یکایکشون در چهره های گوناگون از دروازه های گوناگون با طرق گوناگون خواهیم بود. پایان شب سیاه سپید است. ما میبایستی هوشیارتر باشیم. مردم ایران در بزرگترین زندانی که 80 میلیون تن هم میهنان ما رو در بزرگترین تاریخ زندان در بزرگترین زندان تاریخ
فشرده و در سیاه چالهاش جان اونها رو داره میگیره، امروز و فردا برخواهند خواست تا کار رو با این رژیم دیوادت یک سری بکنن. میبایشتی خوشمین بود به فردا. امیدوارم که همینجوری که جنابالی میگن باشه. و یک موضوع دیگری در رابطه با ورزشکاران، زنان ورزشکاران آزادی، یک اقدام نمایشی بوده یا مقدمه رفع ممنوعیت؟ رژیمی که ریشه شومش، ریشه تلخش، ریشه های زهراگینش به 1400 سال پیش باز میگرده و به ایران سوزان ایرانی ستیزی که فرمان دیوادد رو برای نخستین بار به ایران آوردن تا کیش زیبای مزدیسنا رو در ایران برچینن و آیین زیبای اشوزرتشت اسپنتمان رو در ایران آتش پرستی بخوانن و شهروند ایران رو عجم و موالی، طوله های ناپاک اونها در 40 سال گذشته بلایی به سر این مردم آوردن، تا اون نکبت های 1400 ساله آشکارتر بشه. 1400 سال پیش با من، با پدر من، با برادر من، با عموی من، با دایی من، با دیگر منصوبان و وابستگان اجراد مرد من چه کردن؟ همه رو به بردگی بردن. با مادر و خواهر و همسر و دختر من چه کردن؟ همه رو به کنیزی بردن. یعنی پرونده شومی که زن رو در حد کنیز از بالا به زیر کشیده، در 40 سال گذشته ما میبینیم وضعیت رو باز گردانده به اون فرمان اهریمن 1400 ساله و اجازه نمیده زن آزاد باشه. با مرد همون رفتار رو میکنه که با زن و با دیگران، مگر نانخواران خودش. بنابراین در استادیوم 100,000 نفری آریامهر که این مردک بی سر و بی پا هفته گذشته به نانخواران خودش، به بسیجی ها و دیگران پیامی داد که چنین و چنان بکنن، این به هیچ وجه کمکی به سرنوشت زنان کشور ما نخواهد کرد و همچنان سرنوشت شوم این دستگاه حاکم شوربختانه بد خواهد کرد و این بدی با رستاخیز ملت ایران طبیعتاً دگرگون خواهد شد. خانم دفتریان، خانم دفتریان، درود بر شما. درود بر شما. ژاله ارجمندم، خانم خوب پارسیگوی پارسی زبان و استاد ارجمندی که زبان پارسی رو در میان دوستداران ایران زمین تلاش میکنه در بیرون از مرزهای ایران بگستره. خانم دفتریان رو بینندگان و شنوندگان ارجمند خوبم، من در پاریس پیش از این انقلاب شومی که دیوادت بر ایران حاکم شدن میشناسم، افتخار آشنایی خدمتشون داشتم. ایشون یکی از ستاره های خوب جامعه ایرانی تبار در پاریس هستن و تلاششون در پیشبرد فرهنگ ایرانی در یک جمله نمی گنجه. با گرمترین درودها به شما سرکار خانم دفتریان و سپاسگزار هستیم که اسرائیل پارس تیوی و سیمای پادشاهی رو با بود خودتون رنگین کردید. امیدوار هستم این آغاز بتوانه پیگیر بشه و از این پس شما رو بیشتر داشته باشیم. از پیام‌های ارزندتون، چه در شناخت گاتهای اشو زرتشت اسپنتمان، چه در آشنایی با جامعه زرتشتی ایران در دو سوی مرزهای کشور بیشتر آشنا بشیم، و چه از تلاش‌های شما در پیشبرد زبان پارسی. شنوندگان و بینندگان ما پیام شما رو میشنوند. فراموش نکنیم که ما 300,000 تن پارسی زبان در اسرائیل داریم که همه شیفته زبان خوب ایرانی، پارسی و فرهنگ خوب ایران زمین هستن. ژاله جان از شما میشنویم. درود بسیار به شما
دکتر دانیل دانای گرامی و درود بسیار به شنوندگان و بینندگان برنامه های شما. من تنها میگم همکنون با تلفن دارم با شما گفتگو میکنم و به گفته چهره زیبای شما و همکاران شما رو نمیبینم و چهره من هم گمان میکنم کسی هنوز برنامه به اون گونه نشده که ببینه. بروی من در پیشگاه شما هستم هر زمانی که بگین. حالا من اسکایپ هم روشن اگر بخواید رو اسکایپ میتونیم با هم گفتگو کنیم و در پیشگاه شما و هممیهنان هستم. هر کاری هم که انجام دادم کمترینی بوده و خیشکاری من بوده، وظیفه من بوده و امیدوارم که راهی رو که ما پیگیر شدیم، راه بزرگانی مانند فردوسی ها، کسروی ها، ابوسعید ابوخلج ها رو جوانان امروز ایرانی دنبال کنن. ما از اونا گرفتیم، به جوانان میدیم و امیدواریم که جوانان همین راه رو پیگیر کنن. با بهترین سپاس ها از شما خانم دفتریان ارجمندم، ژاله خوبم. من میدونم هزینه تلفن احتمالاً برای شما سنگین خواهد شد، بنابراین گفتگو رو کوتاه میکنیم و اگر پیام خاصی برای بینندگان و شنوندگان این پایگاه فرهنگی دارید سپاسگزار میشیم از شما بشنویم. ژاله جان خواهش میکنم. من تنها سخنی که دارم با هممیهنان ارجمندم اینه که بگم فرهنگ هر سرزمینی بر روی 3 یا 4 ستون اگر که بگیم استوار باشه، یکی از اون ستون ها ستون زبان هستش، یعنی زبان یک کشوری یکی از ستون های فرهنگ اون سرزمین هست و یکی از مهمترین یا مهمترین هستش. و پیشنهاد من و پند و اندرزی اگر به نام یک مادر، مادر بزرگ یا آموزگار سالایی یکم دبستان رو در اول بتونیم بگیم به جوانان اینه که زبان پارسی مهربان باشین به این بیمهری هایی که در درازای این سالها ببینید، در این 40 سال گذشته بهش بیمهری هایی شده، گوش فرا ندین و به دنبال پارسی گویی باشین. واژه های بیگانه از هر دست، چه فرانسوی، چه انگلیسی، چه عربی، چه مغولی، چه ترکی، اینها رو بذاریم کنار و برابر اینها رو که فارسی سره و فارسی زیبا هست اونها رو به کار بریم. این تنها سخن من هست با دوستان و سخن کوتاه میکنم. هم فکر که شما میگه با تلفن نمیشه چندان برگونی کرد. بله سیگی هم با شما همدرد هست و میگه اگر سرکار خانم دفتریان یک روزی روزگاری آموزشگاهی برای آموزش زبان پارسی داشته باشند، من نخستین شاگرد ایشون خواهم بود و من هم سربلند خواهم بود به این شاگردی. خانم دفتریان سپاسگزار هستم از حضور شما در این برنامه. شوربختانه سیستم ما برای ارتباط با سکایپ یه سری اشکالات فنی برخورد کردیم. دوست همرزممون آقای سهراب چمنارا هم از امریکا میبایشی با ما تماس میگرفتن که زنگی زدن، متاسفانه وصل نشدیم. به هر روی سپاس بسیار از مهر فراوان شما. در فرصت دیگری خدمتون زنگ خواهم زد و با هم در ارتباط خواهیم بود و امیدوار هستیم که در آینده خیلی نزدیک گواه دیدار شما، همزبانی شما و بودن با شما در اسرائیل باشیم. ژاله نازنینم سپاسگزارم. چون شما به من گفتین که آیا آموزشگاهی هست، بله من شاگردایی دارم، کسانی دارم که دوست دارن زبان پارسی رو یاد بگیرن، البته اونا در پاریس و در فرانسه هستن، من میتونم آموزش بدم و اگر شما در برنامه هاتون روی اسکایپ بتونیم این به گفته دیدار اسکایپی رو پیاده بکنیم، من آماده هستم هفته 1 ساعت به کسایی که دوست دارن زبان پارسی رو زبان پارسی و گرفتاری هایی که بر ما درست کردن در این زبان ها رو باشون در میان بذارم و به فریاد این زبان بی زبان برسیم و اون رو از این همه گرفتاری آزادش بکنیم. من آماده هستم هفته 1 ساعت با شما روی اسکایپ کار بکنم که زبان پارسی رو بهش بدم. درود بر شما. ژاله بسیار ارجمندم. دست کمی که سیگی و کامی که الان توی استودیو نشستن به نمایندگی از طرف 300,000 تن هم میهنان پارسی زبان این سرزمین با شما پیمان میبندن که در نخستین گاهان بایسته چنین امکاناتی رو به وجود بیارن که از وجود ارجمند شما بتوانیم بهره ور بشیم و آموزش زبان شیرین پارسی رو بیاغازید. من از شما سپاسگزارم. من بسیار کم میدونم ولی همون کمی که میدونم آماده هستم که در دسترس جوانا بذارم. سپاس از شما.
پاینده باشی ژاله ارجمندم، پیروز و سرفراز و به امید دیدارهای خیلی زودتر. سپاس خدا نگهدار. بله خانم دفتریان رو همونجوری که بینندگان و شنوندگان ارجمند من خدمتتون عرض کردم، یادمانه بسیار زیبایی از اون روزها داریم. کدوم روزها واقعا دکتر؟ آفرین بر تو سیگی خوبم که پرسیدی. و من یقین دارم که شما بینندگان و شنوندگان بسیار گرانمایه‌ام بیمیل نیستید که وقتی که من میگم اون روزها یعنی کدوم روزها. روزهای شومی که دیو نفلوشاتو از نجف اومده بود پاریس و میهن ستیزانی به نامان ابراهیم یزدی و قطبزاده و بنی صدر و یک مشت سیاهندیش و سرخندیش دنبالش بودن که دروغهای گندهی رو به جامعه اروپا و به امریکا و به سیاستمداران دنیا بگن. این دروغهایی که این دیو نفلوشاتو در روستای نفلوشاتو در 178 گفتگوی گوناگون با رسانه ها به مردم دنیا گفت، نیرنگ بزرگی را به کار برد، به دنیا دروغ گفت، به رسانه ها دروغ گفت، به سران کشورها دروغ گفت، همه را گول زد، سرخ و سیاه و آبی و سبز و بنفش و همه را هر رنگی گول زد که بیاد ایران و نکبت 40 ساله خودش رو که ارثیه شوم 1400 ساله بود در ایران پیاده کنه. و امروز همه داریم میبینیم با گوشت و پوست و استخوان و تمام دانه دانه یاخته ها و سلول های تنمون، ما ایرانی ها، ما 80 میلیون تن ایرانی که کلاهای گشادی به سرمون رفته داریم میبینیم چقدر بد بوده این پلید پلشت و چقدر بد کرده. در یکی از اون روزها که تبار دیودت تازه به پاریس اومده بودن، من یادمه اون زمان من یک چیزی حدود 2.5 تا 3 سال بود، دانشجوی فوق لیسانس حقوق بودم در دانشگاه پاریس با همسرم و دو فرزندم زندگی میکردیم و هر کدوم دنبال زندگی خودمون بودیم که بتوانیم فردای بهتری برای فرزندانمون و همه ایران زمین بسازیم. یک روز من رفتم بانک ملی که یه کار بانکی انجام بدم، یا پول بگیرم یا پول بدم، یه کار بانکی انجام بدم. حدود 7-8 نفر ما آدم بودیم، پشت سر هم ایستاده بودیم و منتظر بودیم تا نوبتمون بشه و کارمون انجام بشه. در یک لحظه من دیدم دوتا آخوند که پشت من ایستاده بودن رفتن جلو که کارشون رو انجام بدن. خانم دفتریان یکی از کارمندان بانک بود که گویا اومد به اون کارمندی که میخواست کار این دوتا آخوند انجام بده کمک بکنه. من به فریاد به دوتا آخوند خیلی خیلی منو ببخشید بی‌ادبانه گفتم گوساله ها، مگه نمی‌بینید صف است و مردم ایستاده؟ منو ببخشید شنوندگان ارجمند، چرا که اون آدم ها این واژه برازندشون هست، چرا که اگر حداقل شعور را داشتن میدیدن که 7-8 نفر توی صف ایستادن باید میستادن تا نوبتشون بشه. اینها رفتن جلو، یعنی که خواهش کنن به هیچ وجه همینجوری رفتن جلو و اون کارمندم خب متوجه نشد، اومد کارش رو انجام بده و خانم دفتریان اونجا بودن و من گفتم که یا میایید بیرون میبینید پشت صف که مثل فلان از اینجا میندازمتون بیرون. و درگیری شد و پلیس رو گرفتاری شد و منظور این تبار دیودت به راستی بد هستن، نه فقط به این لحاظ که 1400 سال ما از اونها هرگز خوبی ندیدیم، بلکه اونچه که دیدیم بدی بوده، چه در گفتار، چه در کردار، چه در نوشتار، چه در پندار و چه در هنجارهای اجتماعی و چه در آنچه که به وجود آوردن جز تلخی و زشتی و پلیدی و پلشتی نبوده. این یادمانه رو یادآور شدم تا در نشست‌های آینده از سرکار خانم دفتریان بخوایم اون داستان رو براتون تعریف بکنه. خب اون زمان من یک ورزشکار بسیار ورزیده بودم و خیلی راحت میتونستم این دوتا آشغال رو از بانک بندازمشون بیرون، ولی خب فکر کنم الان هم هستین دکتر. خب سپاس هست. بله سورپرایز رو داریم روی خط.
پریسای عزیز. به 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 پریسای نازنین. درود بر پریسای خوبمون. پریسا جان بر شما، درود بر شما سیگه عزیزم و آقای دکتر دانیل دانای واقعا گرامی و همچنین کامران عزیز که برنامه رو از قسمت فنی مدیریت میکنه. سپاس از شما دوستان که امروز نبودن من رو جبران کردید و چقدرم خوب جبران کردید، واقعا بهتون افتخار میکنم. استفاده کردم از صحبت‌های بسیار بسیار زیباتون آقای دکتر دانیل دانا و مثل همیشه بسیار خوبنده، بسیار 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 مفید برنامه ارائه کردین. و بله امروز وضعیت ایران بسیار بسیار بد هست، متاسفانه مهاجران زیادی از ایران به امید داشتن آینده بهتر ایران رو ترک میکنن به خاطر وضعیت نابسامانی اقتصادی و معیشتی، سعی میکنن که به هر حال بیان بیرون از ایران و متاسفانه الان که زمستان هست و حال و هوای مهاجران زیاد خوب نیست در سراسر جهان. قبرس هم که من الان حضور دارم شنیدم که مهاجران زیادی داره، کمپین داره اینجا که خیلی از ایران اومدن در واقع. و پریسای نازنینم، پریسای نازنینم یک لحظه دوست ارجمندمون آقای مهندس چمنارا از امریکا روی خطمون اومدن یک لحظه. بله بله. من دیگه وقت شما رو نمیگیرم، براتون آرزو میکنم که برنامه خوبی داشته باشین، هفته آینده به امید خدا در خدمت شما عزیزان. سپاس از تو پریسای خوبم با بهترین آرزوها، متشکرم پریسا. امیدوار هستم در ماموریتی که داری پیروز و سرفراز باشی پریسا جان. سپاس از لطف و محبتتون، خدا نگهدار، خدا نگهدار، روزت خوش. سهراب ارجمندم هزاران درود بر شما. درود بر شما، امیدوار هستم تندرست و شاد باشی. سپاس از اینکه مهر ورزیدی و 300 هزار تن هممیهنان خوب ما رو، پارسی زبانان اسرائیل رو میخواهی با خودت آشنا بکنی و این گام ارزنده شما به عنوان نگارنده پیشنویسی بر قانون اساسی برای ساختن فردای بهتر ایران زمین نویدی هست برای همه ایرانیان در سراسر جهان. من پیش پیش به عنوان یک خدمتگزار ساده مردم اسرائیل و مردم ایران و همه خوبان جهان، به عنوان یک خدمتگزار ساده این کار ارزنده شما رو شاد باش میگم. برای شما و همکارانتون بهینها رو آرزومندم و امیدوار هستم که در آینده خیلی نزدیک مایه سربلندی من و همه دوستداران در اسرائیل باشی و بیای اینجا از نزدیک شانه مردانه تو رو من ببوسم، سینه مردانت رو در سینه بگیرم و بتوانی از دانش خودت در زمینه شناخت قانون اساسی هممیهنان ما رو در اینجا آگاه بکنی. برای اون آرزوی بزرگ فردا از تو خواهش میکنم اونچه که بایستنی میدونی، اونچه که شایسته تشخیص میدی در پروژه‌ای که داری در نگارش پیشنویس قانون اساسی، بینندگان و شنوندگان این پایگاه فرهنگی رو آگاه بکن. سپاس از تو سهراب جان. با درود خدمت جناب عالی، جناب دکتر دانیل دانا، دوست گرامی و ارجمند و عزیزم، مایه افتخار من هست که در خدمت شما هستم و از بلندگوی شما استفاده میکنم تا به هممیهنان اسرائیلی خودم، وقتی که میگم هممیهنان اسرائیلی خودم، من خودم ره همونطوری که در کتاب 2020 سقوط حکومت اسلامی کاملا شرح تاریخی از اون دادم، ملت ایران و ملت اسرائیل یکی هستند و در آرزوی اون هستیم که در سال 2020 با رفتن این رژیم و تغییر قانون اساسی در اون، یک اتحادی در خاورمیانه به وجود بیاد مثل همین اتحاد اروپا که خیلی سالهای پیش از چند کشور کوچک شروع شد و الان ما یک چیزی به نام یورپین یونین داریم
و من امیدوار هستم، البته وقتی سال 2014 این کتاب منتشر کردم بسیاری از منقدین به من با استهزا، البته نوشته هایشان منقدین بزرگ آمریکایی که یک خواب و خیال بیش نیست، ولی این خواب و خیال آرزوی من بوده و تا اون موقعی که زنده هستم ادامه خواهم داد که روزی خواهد رسید که ما یک خاورمیانه متحد داشته باشیم که به اسلام میگن انکر اون و این وزنه اصلی اون یک اتحادی بین ایران و اسرائیل باشه. البته پایه سومش ارمنستانه، چون این سه تا دولت دولت‌های قدیمی این منطقه هستند. بقیه دولت‌ها خب خودتان بهتر تاریخ می‌دانید که اینها اکثرا یا ساخته چرچیل بودند و یا اینکه تازه آمدند، ولی چیزهایی که به بر می‌گرده به 3000 سال 4000 سال پیش این سه ملت با هم بودند و هیچ وقت اختلافی بینشان نبوده. این از سابقه تاریخی است که ما بین این دو ملت و سه ملت می‌دانیم. ولی اون چیزی که من دنبالش بودم و از سالهای سال اینه که ما در سال 57 یک گول بزرگ خوردیم، یک خدعه بزرگ به تایید خود آقای خمینی، و اون این بود که در اون موقعی که ایشان زیر درخت سیب در نفجاتو حرفای خیلی خیلی خوب میزد، یک عده‌ای رفتن پهلوش، 12 نفر که از میان اون 12 نفر الان فقط همین آقای دکتر لاهیجی و آقای منصور فرهنگ دو تا استاد دانشگاه در اروپا و آمریکا زنده هستند، گویا بنی صدر هم توی اونها بود. به هر حال یک قانون اساسی بردن پهلوی آقای خمینی. آقای خمینی زیر درخت سیب همونطوری که ما بریده جراید میبینیم حرفای خیلی خوبی میزد، که به طوری که انقدر حرفای خوب میزد که باور کردنی نیست. و وقتی که اون قانون اساسی سکولار بردن پهلوش، خودش یک منیفست اعلام کرد که الان مشهوره، اگر شما در اینترنت سرچ کنید منیفست 37 ماده‌ای خمینی میبینید که این منیفست باعث شد که حتی پرزیدنت آمریکا آقای جیمی کارتر هم گول بخوره و فکر کنه یک گاندی دیگری ظهور کرده. به هر حال وقتی که انقلاب شد و آخوندها آمدن روی کار، مجلس مؤسسان تبدیل کردند به خبرگان و خودت شما بهتر داستان اسفند 58 و فروردین اسفند 57 و فروردین 58 میشناسید که چطور ملت در همون تاب و تاب رای به یک قانون اساسی دادن که اصلا اسمش نمیشه قانون اساسی بوداشت و بیشتر به کتاب شرعیات شبیه‌تره. و وقتی در اون تابستان رفتن از خمینی پرسیدند که آقا پس اون قانون اساسی که لاهیجی و منصور و فرهنگ و این 12 نفر بردن پهلوی تو، اونها چی شد؟ همونطوری که گفتن بهش آقا وقتی می ایران چه احساسی داری، گفتی گفت هیچی، اینجا هم گفت خودعک کردم. آقا ما الان 40 سال است که گرفتار این خودعه هستیم، در اینها از دزدیشان بگیرید تا کشتارشان تا جنگشان تا اسید پاشیشان، هر کاری که اینها میکنن طبق قانون اساسی است. منتها متاسفانه این قانون اساسی هیچ بروی نداره به غیر از اینکه یه عده حرف از قانون اساسی میزنن. و به اعتقاد من تا زمانی که ملت ایران ندانه قانون اساسی چیه و گرفتار چه چیزی هست، ما تمام این اپوزیسیون که اولین کس شخص شما بودی آقای دکتر دانا، شخص شما اولین اپوزیسیون ایران بودیم، اون حرکت قهرمانانه شما را همیشه همه ملت ایران باید به یاد داشته باشن که عملا ثابت کردید که شما اپوزیسیون هستید. ولی چند نفر دانیل دانا را در ایران میشناسند که 40 سال توی این رشته بوده؟ هیچ کس نمیشناسه. معذرت میخوام اینه به تا میگم، ولی خب این واقعیت نیست. به هر حال این داستان ماست. تا زمانی که ما قانون اساسی تغییر ندیم گرفتار این مسائل هستیم. سارا جان، پیراو اون چه که گفتی من در ذهن دارم آقای کشیش اندرو یانگ که رایزن آقای جیمی کارتر بود،
آقای رمزی کلارک، وکیل دادگستری و اگر اشتباه نکنم مشاور ایشون در کاخ سفید، و آقای ریچارد کاتمز مشاور امنیتی ایشون، آقای میشل پیکولی هنرپیشه درجه یک فرانسه، آقای خانم آن ماری شیمل فیلسوف آلمانی و بسیاری دیگر این دیو نوفلاشاتو رو قدیس خواندن، مسیح خواندن، گاندی خواندن. یعنی تبار دیو و دد آنچنان نیرنگی به کار برد که بزرگان جهان رو فریفت. به هر روی بماند سهراب جان، پیش از این که ما مسئله قانون اساسی و چند و چون اون رو بیشتر بشکافیم، سپاسگزار میشم از زندگی شخصی و گذشته خانوادگی خود در ایران زمین، به ویژه در کرمانشاهان، برای یاران کرد ما در این سرزمین بگو که کم شیرین نخواهد بود. کوتاهی از خودت بگو تا پرسش بعد رو مطرح بکنم. بله، خب البته جناب همایون ابراهیمی دوست بچگی های مازون، موقعی که ما 7 ساله و 8 ساله و 9 ساله کلاس 1 و 2 بودیم، بنابراین همشهری من بهتر میتوانه داستان اون موقع ها رو بگه، ولی باید اونها رو یه خورده ما به اصطلاح فاکتور بگیریم و برگردیم به اینی که من به علت این که پدرم افسر ارتش بود و شوهرم هم که باش زندگی میکردم و عمم که باش زندگی می کردم اون هم افسر شهربانی بود، اینه که در نقاط مختلف ایران همیشه در سفر بودیم در اون 2 سالی که اینها مأموریت این طرف اون طرف داشتن. من دبیرستان البرز که بودم تا کلاس 8 متوسطه، بعد آمدیم کرمانشاه و در اونجا کلاس 11 و 12 رو با هم 1 ساله خواندم و رفتم انگلستان. در اونجا در سال 48 فارغ التحصیل شدم در دانشگاه لندن مهندسی برق و برگشتم ایران، و اون موقع هم تازه ذوب‌آهن شروع شده بود در ایران. به اصفهان رفتم و مدت 4 سالی در اونجا بودم که 2 سالش سربازیم بود و 2 سالم بعد در ذوب‌آهن ماندم. و تا انقلاب من یک شرکتی داشتم به نام چمکو، در ایران کار میکردم، پیمانکار بودم و در نقاط مختلف ایران بیشتر پیمانکار شرکت‌های خارجی بودم. خب از نظر خانوادگی شما بهتر میدونید، خواهر من افسر شهربانی بود، با خواهر شما هم کلاس و هم دوره بود، همون موقعی که خواهر شما شاگرد اول بود ایشان هم به اصطلاح شاگرد چندم بوده من نمیدانم، و به اصطلاح این زندگی خانوادگی ما بود تا اینکه انقلاب بشد. انقلاب که شد، خب پدر منم هرچند که هیچ کاره بود، مدت ها بود که بازنشسته شد، یه مدتی زندان رفت، منتها خب تمام همدوره‌هاش و دوستانش که با هم بودن همه اعدام شدن، ولی ایشان بعد از یه 2 ماهی آزاد کردن، چون مدت ها پیش هیچ سمت فرماندهی هم نداشت، اونم به علت اینی که در رژیم گذشته ایشان در کردستان به اصطلاح خیلی دوست و آشنای زیادی داشت میان عشایر و هیچ وقت سمت فرماندهی نداشت، بنابراین همیشه در معاون لشکر یا معاون نمیدونم لوجستیکی از این حرفا بود که بازنشسته شد. بعد وقتی که انقلاب شد، من به علت اینکه در ایران بودم و شرکت‌های خارجی از من می‌خواستن که پیمانکارشان باشم، شرکت‌های مثل آسیا، بران باوری، مرشر سوئیس، فیلیپ مولر آلمان، اینها پیمان‌های دست دوم به من می‌دادن که خیلی هم به اصطلاح لوکراتیو بود، چون اینها نمی‌توانستن پیمانکارهای خودشان بفرستن. در ایران من حدود 9 سال بعد از انقلاب ماندم و آخرین کارم هم اونجا یک لوله کشی گاز در اصفهان بود، و در این مدت هم باز مشکل ممنوع الخروجی پیدا کردم، 2 سالی گرفتار بودم. به هر حال هرچند که از اول انقلاب من گرین کارت داشتم، ولی ایران ماندم و یکی از مشکلات من این بود که در آپارتمانی که زندگی می کردم
صاحب خانه من آقایی به نام امیریان بود که الان نمیدانم کجاست، واقعا دوست صمیمی من بود و یکی از کارمندان سفارت اسرائیل هم توی همین آپارتمان سه طبقه زندگی میکرد. بنابراین همیشه انگ اینی که من یک مأمور اسرائیل هستم همیشه در من بود، منتها چون من مقاطع کار بودم و کاری نبودم با شرکت خارجی کار میکردم، کسی کاری به کارم نداشت. به هر حال با چه فلاکتی ما بعد از 9 سال کار در ایران بعد از انقلاب به آمریکا آمدیم با جیب خالی و بدون هیچی. در اینجا هم در یک شرکتی استخدام شدم به نام UOP که این UOP چندین پروژه پتروشیمی در ایران داشت که من مدیر پروژه چون شدم و این همینطوری ادامه پیدا کرد تا اینکه ما شرکت خودمان درست کردیم. و چون من شرکت خصوصیم در یک دفتری به نام مید امریکا کامیتی بود و با آقای تاماس اچ ماینر دوستی قدیمی داشتم، وقتی که آقای خاتمی روی کار آمد ما ترتیب بردن 20 آمریکایی به ایران دادیم مثل پینگ پونگ و اینها، که این واقعه خیلی عالی بود چون اون موقع آقای کلینتون و آقای خانم اولبرایت میخواستن با ایران ارتباط برقرار بشه و ما به عنوان اولین دسته رفتیم اینجا. منتها اینجا خب خیلی ساده است، همینطوری خدمت دان عرض بکنم که این آقای احمدی نژاد که بعدن شد شهردار، ایشان یه موتور سوار و تیر خلاص‌زن و از این چیزا بود، یعنی واقعا همینطوری که از قیافش و سوابقش و ناردی یه آدم بیکاره بود. این بابا با 3 تا موتور سوار آمدن به اتوبوس ما حمله کردن و از اون موقع ایشان شد یک بابایی که کردن شهردار و بعد شد رئیس جمهور. به هر حال ما برگشتیم و از اون موقع، یعنی از 20 سال گذشته، این اتفاق در آبان 1377 افتاد، یعنی 20 سال پیش این موقع ها ما این هیئت بردیم. از اون موقع ما بحثمان تغییر قانون اساسی بوده، به هیچ وجه من الوجود با این شعارهای نمیدونم کوبنده و سرنگونی و این چیزها من موافق نیستم و معتقدم باید قانون اساسی در ایران عوض بشه. این خلاصه بود از زندگی ما. خدمتتون عرض کردم، سپاس از تو. آخرین پرسش رو بذار بچکانم و بگم سهراب جان، تو به استناد اون چی که گفتی تکنولوژی خوندی، اصولا ذهنیت ریاضی، فیزیک و محاسبات و علوم تجربی داری، چطور شد یک مرتبه یاد قانون اساسی افتادی و گرایشی پیدا کردی به این کار بسیار 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 ظریف که نیازمند آگاهی های بسیار هست؟ چه شد به این چارچوب با فاصله از تکنولوژی کشیده شدی؟ بله، عرض کنم باید به شعری از حافظ به شما بگم حالا درست میگم یا نه. ما بدین در نه پی حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه به اینجا به پناه آمده ایم. حالا نمیدونم، این ممکنم از اشتباهاتی در اون شعر گفته باشه. ببینید دکتر، ببخشید آقای سهراب عزیز، من سیگی هستم و واقعا از صحبت‌های شما میگم همچون به هیجان افتادم و یکی از صحبتی که شما کردین که ایران و اسرائیل یکی هستن، من یک دختر 7.5 ساله بودم که از ایران اومدم بیرون و مثل من زیادی از ایرانی ها بچه های ایرانی هستن که خیلی به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنن و دلشون میخواد باز برگردن به همون دیدار با هموطنان و ادب و رسومی که در ایران بوده. و این حرفای شما و دیگران واقعا در قلب ما یک جوری جا میکنه و
تا حتی من اگه بگم به گریه میندازه دروغ نگفتم و امیدوارم که شما و همینطور که گفتین در ادامه با سوال دکتر که واقعا اتفاقای دکتر برای انسان میفته در زندگی که واقعا مسیر زندگی رو به کل عوض میکنه و من فکر میکنم این اتفاقا قبل از اینکه جواب دکتر بدم فقط میخواستم یک نکته به شما بگم. وقتی که میگن بیت المقدس، اگر شما به این منطقه نگاه کنید میبینید که تمام شاهان حقیقی، نه اسطوره‌ای یهود، در ایران بودن. اسرائیلی ها و یهودی ها ما بهشان میگیم فرزندان استر، یعنی که خب شما از استر شروع بکنید، مقبرش در همدانه، بعد میایید به آخر انجیل و تورات که میرسید دانیل، مقبرش اونجاست در شوشه. بنابراین یک موقعی وقتی که میگفتن اسرائیل میخواد به ایران حمله بکنه، گفتم که تا بیاین آقایان خانم ها، اسرائیل هیچ وقت به ایران بمب نمیندازه، به خاطر که نه اینکه پلو جوانهایی مثل آقای نتانیاهو بشینید که این به سیاست برمیگرده، ولی اگه پلوی الدرها و پیران یهود بشینید، اینها میگن آقا شما نمیتوانید به اورشلیم حمله بکنید چون اونجا سرزمین مقدس ماست، همینطور هم نمیتوانید به ایران حمله بکنید چون باید از روی همدان رد بشید، باید از روی مقبره شوش رد بشید، مقبره دانیل رد بشید، مقبره استر رد بشید. این احساسی است که باید در میان مردم اسرائیل و مردم ایران دوباره زنده بشه، یعنی ما به واقعیات برسیم. این جواب موضوع اولی که شما فرمودید. حالا من نمیخوام زیاد صحبت کرده باشم، ولی آقای دکتر دانا، شما فرمودید که من یه مهندس هستم، چطور رفتم توی این کار ظریف. ببینید همونطور که عرض کردم، این دور و زمانه شخص خود شما هم نباید اصلا تو کار سیاست باشید، شما یک دانشمند محقق هستید و شاید اگر هیچ اتفاقی نمی افتاد اینطوری الان استاد دانشگاه نمیدونم که الان هم هستید، رفتید اونجا، من تا اینم در جریان این کار هستید و دارین فعالیت میکنید. بندم شاید بگم از همون موقعی که این آقای خمینی زیر درخت سیب این حرفا رو میزد و اون چیزه که حتی آقای کارتر هم گول خورد که گفت این گاندیه، بنابراین شما نمیباید از یه مهندس 29 ساله انتظار داشته باشید که تاریخ خوانده باشه، چون من خیلی از بزرگان فامیل ما همی آمدن به من میگفتن نه سهراب، این خمینی تو نمیشناسی، اینه ما میشناسیم، یه آخونده، امکان نداره این حرفایی که میزنه راست باشه. به هر حال من تمام مذاکرات اینها را که آقای بهشتی و آقای اون گورنره کی بود اسمش، اون بالا نشسته در تمام اینها رو گوش میدادم در مورد شکنجه که صحبت میکردن، منتها یک باره اینا خودشان رفتن حرفای خوب خوب زدن، ولی یک دفعه رفتن قانون اساسی خودشان، یعنی از اولی که این قانون اساسی تصویب شد، من این الان این قانون اساسی که کتابچه‌ش که میبینید پاره پاره شده، من اینه 40 سال، یعنی 39 سال اینه کتاب دارم و اینه خواندم، و هرچی ما سعی میکنیم به این مردم دوستان خودمان در اپوزیسیون بگیم آقا سر جدتان قبل از اینکه اصلا حرفی بزنید تو کار خوده بکنید، برید قانون اساسی مشروطه رو بخوانید و برید قانون اساسی جمهوری اسلامی بخوانید. اگر این دوتا را خواندید، به قول هر وکیلی که میگه I rest my case، من دیگه حرفی ندارم به شما بزنم. لازم نیست شما حتما مهندس باشید یا دکترای حقوق باشید که بفهمید توی قانون اساسی جمهوری اسلامی چی نوشته شده. وقتی که اینه خواندید، بعد به گرفتاری مملکت ما پی میبرید. الان مردم میان اعتراض میکنن که آقا اسید پاشی چرا انجام میشه؟ میگم آقا برو اصل هشتم نمیدونم چندم بخوان، اینجا میگه اصل هشتم، آها بله اصل هشتم، برو اصل هشتم بخوان که اسید پاشی قانونیه، باید این کاره بکنن. به همین دلیلم هست تازه بعد از این همه فجایعی که پیش آمد
زنان زیبای اصفهانی این بلاها سرشان آمد که از نعمت زیبایی برای حمام عمر محکوم شدن. امام جمعه اصفهان گفته آقا اسیدها رو لطفاً رقیق بکنید. آقا این خنده‌دار نیست، این گریه آوره. چرا؟ چون این تو قانون اساسی نوشته وقتی که یارو دزدی میکنه، آقای خامنه ای میگه آقا کشش ندید، 3 میلیارد برمیداره و میبره. چرا؟ به خاطر اصل 110. شما اینه بخوانید. کفش ملی کجا رفته؟ ارج کجا رفته؟ اینها همزمان با سامسونگ کره جنوبی درست شدن. کجا از نابود شده؟ چرا؟ به خاطر اصل 44. برید اصل 44 رو بخونید. این چیز هاست آقای دکتر دانا که لازم نیست که شما مهندس یا دکترای حقوق باشید. همین نکات ظریف نگاه بکنید میفتید به جان قانون اساسی که آقا قانون اساسی در ایران باید عوض بشه که ما به اون مدینه فاضله خودمان برسیم. این جواب خلاصه شما بود آقای دکتر دانا. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. سپاس بسیار 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 از تو سهراب خوبم. به مهر خداوند ایران و اسرائیل از این پس گفتگوهای بسیار خواهیم داشت و از آموخته های ارزنده تو بزرگمرد و تجربیات و آزموده های بسیار ارزشمندت در گفتگوهای آینده بهره‌ور خواهیم شد و این سخن گرانمایه و ماندگار رو در این رسانه در این پایگاه فرهنگی پی خواهیم گرفت. و فراموش نکن که 300 هزار تن همزبانان تو در این سرزمین چشم به راه دیدارت هستن. تو رو به هزار مهر میبوسمت و بهترین آرزوها رو برادرم. سپاسگزار هستم سهراب جان. از سوی کامران سیگی و دیگر همکاران و دیگر هممیهنان این سرزمین میخواهم خداوند بخشنده مهربان پشتیبان تو باشه، در کارت پیشتاز سازنده باشی و به امید گفتگوها و دیدارهای آینده. به امید دیدار. بدرود 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 بزرگ مرد. بینندگان و شنوندگان ارجمند این پایگاه فرهنگی، با سپاس از شما و با این امید که بتوانیم پیگیری بکنیم گفتگوهایی رو با آقای چمنارا، با خانم دفتریان و با دیگر یارانی که در سراسر جهان هر کدومشون میتونن به راستی نقشای سازنده و آفریننده برای فردای ایران زمین و فردای مودت میان ملت‌های با فرهنگ ایران و اسرائیل داشته باشن، امیدوار هستیم که فردای آبستن دیگر شتای خوب بتوانیم بایستنی ها رو آنگونه که باید انجام بدیم. یک موزیک کوتاه میشنویم، برمیگردیم برنامه رو پی میگیریم.
درود دیگر بر شما بینندگان و شنوندگان بسیار ارجمند این پایگاه فرهنگی و امیدوار هستم که تا به حال برنامه به دلتون نشسته باشه. با دو نفر از بهترین دوستان قدیم، یکی افسون بر 40 سال و دیگری کمی جوانتر، سرکار خانم دفتریان گفتگو کردیم و آقای سهراب چمنارا که با همکارانش دارن تلاش میکنن قانون اساسی تازه‌ای برای ایران آزاد و آباد فردا بنویسن. سهراب اشاره کرد که من یکی از بنیانگذاران یا نخستینیان هستم در جنگ با دیو و دد از 40 سال پیش به این طرف. با کامی گفتگو میکردیم در خلال این موزیک ویدیو، نکته یادم اومد، گفتم که در آغاز این بخش از برنامه به شما یادآور شده باشم، شاید سخن در این چارچوب هست بتونه مؤثر، مفید و سازنده باشه. روز 12 فروردین 1358 که رفراندوم شد برای اینکه مردم به جمهوری اسلامی، مردم ایران در ایران و ایرانیان در بیرون از کشور به جمهوری اسلامی رأی بدن یا مخالف یا موافق، یادم میاد جوان فوق‌العاده ورزیده و آتشینی بودم در جنگ با دستگاه حاکم که تازه هنوز برپا نشده بود، قدرت نگرفته بود، هنوز خبری نبود. حدود 1.5 کیلومتر جلوی سفارت ایران در پاریس صف کشیده بودن مردم که بیرن رأی بدن. من هم رفتم، دو تا رأی بود، یکی رأی سپید بود، یکی رأی قرمز. رأی قرمز نبود، رأی سپید آری بود. من رأی قرمز، همه میبایستی همونجا برمیداشتن اسمشون رو مینوشتن و مینداختن به صندوق. من رأی قرمز رو برداشتم و اومدم توی صف جلوی مردم و بلند فریاد زدم هر ایرانی به جز این رأی قرمز به این دیو و دد رأی بده ایرانی نیست، و یه مش شعارها و داستانهای دیگه پشت سرش. پلیس اومد و من رو گرفت و دستگیر، آقا جون تو شلوغ کردی و نظم رأی‌گیری یک کشور رو به هم داری می‌زنی. سربلند هستم که به نام یک ایرانی روز 12 فروردین 1358 در حضور هزاران نفر به مردم گفتم هر کس رأی سپید، رأی آری به جمهوری اسلامی بده به ایران ایرانی خیانت کرده. این سند ثبت شده در پلیس فرانسه و در بسیاری دیگر دستگاه ها. سربلندم که به نام یک سرباز میهندوست این آگاهی رو داشتم، این پدیده رو میتونستم پیشبینی بکنم که چگونه سرخ و سیاه دست به دست هم دادن تا ایران شاهنشاهی رو از بالا به زیر بکشن و مایه ننگ شهروند ایرانی بشن. فراموش نکنیم که پس از اون در تز دیپلم اتود اپروفوندی، یک درجه علمی هست بین فوق لیسانس و دکترا، در دانشگاه پاریس تزی رو که نوشتم بر همین راستا بود. چرا ما به دیو و دد به نام شهروند متمدن ایرانی باید نبگی؟ 4 سال پس از اون در تز دکترای دولتی که از دانشنامه های بسیار ارزنده در سیستم آموزشی فرانسه هست، در یک چیزی حدود 700 و اندی برگ این تز رو اثبات کردم در تطبیق قوانین اساسی 1906 با متممش 1907 و قانون اساسی جمهوری اسلامی که چرا، چگونه در سایه روابط بین الملل و در سایه تمدن آزاد در دنیای آزاد قانون اساسی 1906-7 با همه کاستیهاش گامی به پیش بوده و میوه درخت رستاخیز و هوشیاری و بیداری الیت جامعه ایران، بیداران ایرانی. ولی اونچه که در 1979 در ایران پیش آمد یک پسرفت بیچون و چرا بود و یک هرزگی در مرام قانون نویسی در ایران زمین. 40 سال از اون روزها داریم میگذره. هرچه ما جلوتر آمدیم این زشتی، این پلشتی، این گمراهی، این بدی آشکارتر شده و به مهر خداوند داریم به روزهای آخرش میرسیم و امروز و فرداست که ایران
از ستم و سرکوب دیو و دد رها بشه و ایرانی به حق خودش نائل بشه. سگی جان از شما میشنویم. الهی آمین. واقعا همین بشه که شما میگین، هممون چشم به راه همچون روزی هستیم که واقعا به یک آزادی ایران برگرده. 80 میلیون شهروند ایرانی چشم به راه این لحظه فرخنده هستن. به غیر از اون شهروندان، ماها هم که از ایران خارج شدیم، ما هم شهروندان ایرانی هستیم، منتها ما یک خاصیت خاصی داریم، هم شهروند اسرائیل هستیم به عنوان سرزمین نیاکانی، هم اونجا به نام زادگاه اونجا زادگاه ما هست، اینجا سرزمین نیاکانی 5779 ساله که شایسته فروتنانه ترین احترامات هست. دکتر یه چیز جالبی که من مجبورم بگم اینه که شما میگین زادگاه ما اونجاست، بچه های ما هم وقتی ازشون میپرسن شما از کجا این، نمیگن اسرائیل، میگن ما ایرانی هستیم. امین. امین. و امین. این یک چیز خیلی خیلی فکر کنم مهم و قشنگیه. غیرت ژنتیکه سینجا. غیرت ژنتیکه. و این آقای سهراب وقتی که میگفتن ایران و اسرائیل یک همبستگی داره، یک چیزی که تو روح و جون انسان، با اینی که بچه های ما ایران به دنیا نیمدن ولی اینو تو وجودشون دارن. هزار آفرین بر تو که مادر خوبی هستی برای پرورش فرزندان خوب. هزار آفرین بر تو سیگه نازنینم. درود بر شما. بله، به ادامه بر سوالاتی که میشه، باز تلفن دارین دکتر؟ جواب بدیم. گمان میکنم که شهباز رو. شهباز جان شما هستید؟ بله، درود بر شما جناب. من میخوام از طریق زنینم بینندگان و شنوندگان ارجمندمون آقای قهرمانی رو از اتریش داریم. امروز روز پربرکتی هست. شهباز جان پیش از تو آقای چمنارا از امریکا با ما بودن و پیش از اون خانم دفتریان از پاریس با ما بودن و الان نوبت شما هست که از اتریش گفتنی های شنیدنی رو با بینندگان و شنوندگان ارجمند اسرائیل پارس تیوی، سیمای پادشاهی و رستاخیز رادیوی رستاخیز پادشاهی در میان بگذاری. میشنویم از شما شهباز جان. جناب دکتر اگه امکان داره من از طریق واتساپ میخواستم بیام، من از طریق تلفن هستم. واتساپ شما روشن بفرمایید که من بتونم تماس بگیرم. ما میتونین تماس بگیرین روشنه، پس اینو خاموش میکنیم و ایشونو یه چند دقیقه دیگه فکر کنم. کامرو جان میخواین شما یه آهنگ بذارین تا ایشون شما خودتون به ایشون یا سب کنین تا ایشون تلفن کنن. کامی جان بله، سیگیا میشنم از شما. بله، باز برمیگردیم با اون سوال هایی که در ایران چی میگذره و چی میشه و این آخوندهایی که الان اونجا دارن هر کاری که دلشون میخواد میکنن چه باید شد. دکتر آیا با وجود آخوندهای افراطی مثل علی‌الملهده در بله مشهد در خراسان، بله، که حتی با برگزاری کنسرت زنده مخالف هست، امکان داره که جمهوری اسلامی به جوانهای ما آزادی بده و یا قانون حجاب و حجاباری را برای خانمها برداشته بشه، یا اینی که هنوز با این اتفاقاتی که داره میفته اینها باز اون در همین برنامه داریم ایشونو؟ شهباز جان درود بر تو. چند لحظه من پرسش سیگی رو جواب بدم با تو خواهیم بود. من در همین برنامه چندین بار اشاره کردم کردی. روند 1400 ساله جز نکبت، جز طاعون، جز پسماندگی، جز پریشانی، جز بیچارگی، جز نادانی به ما نداده و طبیعی است تا وقتی که این ردای بیگانه بردوش شهروند ایرانی و این دستار ناجوانمردانه پدید و پلشت ایرانی ستیز ایرانی کش بر سر ایرانی بمانه، متاسفانه ما هیچ چاره یعنی نداریم جز این که با اونها بجنگیم. هرگز هیچ چیز دگرگون نخواهد شد. شهباز جان از شما میشنویم.
درود بر شما جناب. من کوشش کردم از طریق واتساپ ولی اشکالی هست که نمیدونم چرا ارتباط برقرار نمیشه. درود دارم خدمت شما جناب دکتر گرامی و سرکار بانو سیگی. من فکر میکنم قرار خانم سیگی بله همکارمون خانم سیگی. درود بر شما. اشتباه کردم میبخشین. من درود دارم خدمت سرکار بانو جاله دفتریان. متاسفانه بس که ایشون حضور ندارن ولی در روی در با ایشون تلفنی مصاحبه من افتخاری خواهم داشت با ایشون هم بتونم قرار شهباز جان قرار شد خانم دفتریان از چندی در آینده برنامه آموزش زبان فارسی برای ما بگذارن و امیدوار هستیم که هممیهنانمون 300 هزار تن هممیهنان پارسی زبانمون در این سرزمین به اندازه کافی داوطلب باشن که بتوانن از پیشگاه سرکار خانم دفتریان آموزش زبان پارسی ببینن. بله به هر حال من در خدمتتون هستم. درود دارم خدمت همه مردم خوب اسرائیل و همچنین مردم خوب ایران که میهن‌پرست هستن و قلبشون دلشون برای ایران میتپه در سراسر دنیا. و بارها من گفتم و خیلی از کسانی که میهن‌پرست هستن بارها گفتن که کسانی که واقعا ایرانی هستن جنگ ستیز نیستن، هیچ دشمنی با کشور خوب اسرائیل که ما سابقه دیرینه تاریخی با این کشور خوب داریم هیچ کار نداشتیم و نخواهیم داشت و با هیچ کشور دیگه کلا. مشکل ما این فرقه شیعه هستش که ما گریبانگیر ما شده و میبایستی به گونه ای که واقعا تا اونجا که امکان داره حداقل تلفات ما داشته باشیم. ما نمیخوایم که خون و خونریزی را بیفته اما من مطمئن هستم از 13 آبان خیلی مسائل آغاز خواهد شد. همچنین روز 7 آبان سالگرد بزرگداشت کوروش بزرگ هستش و ما باید منتظر این باشیم که ایرانی که الان گرفتار اسیر هستش از همین ماه آبان آبستن حوادث بسیاری خواهد بود. در خدمت ما هستم. پرسشتون میتونید در خدمت شما هستم. بله باز در همین مورد که گفتین که ایشون آقای سهراب قبلا توضیح دادن که اسرائیل نمیتونه و ایران رو بمبارون کنه و یا به خاطر جاهای مقدس و ایران نباید اسرائیل رو بمبارون کنه و حمله کنه به خاطر جاهای مقدس برای اسلام، من در این نظر میگم من فکر نمی کنم که ما از اسرائیل بخواد که ایران رو به ایران حمله کنه و من فکر باز نمی کنم که ایرانیان نه این آخوندها و رژیمی که الان هست بخوایم به هم آسیب کوچکترین آسیبی برسونیم. الان خدمتتون عرض می‌کنم سرکار بانو. عرض کنم حضورتون ببینید ما هیچگاه انتظار نداریم که یک کشوری که حالا دموکرات هست مثل اسرائیل یا امریکا یا کشور دیگه حمله بکنن به ایران، بلکه ما نظرمون اینه که توی شرایط فعلی پوزیسیون ایرانی نیازمند به کمک‌های معنوی بسیار مهم هستش، پشتیبانی از مردم ایران بشه نه اینکه حمله بکنیم و بتونیم ما خودمون تصفیه حسابی که بایستی با این رژیم و شیعه دین شیعه بکنیم خودمون بس انجام بدیم. این دین شیعه دین ما نیستش اصلا. ما بودیم خرافاتی که اینا دارن میگن راجع به امام زمان 1400 سال ببخشین توی شاه داره چه غلطی میکنه، از کجا آب میخوره، از کجا غذا میخوره، انسان هست یا نیست، اکسیژن از کجا میده. پس ببینید این خرافات این چیزایی که مذهب شیعه به خورد ماها دادن از کودکی و متاسفانه پدر بزرگ یا مادر بزرگهای ما هم گناهکار هستن برای پخش و تبلیغ این خرافات، ما باید یک بار این مسئله بذاریم کنار. ایران باید آزاد و همین هم خواهد شد به زودی زود. در ماه آبان ماهی هستش که ایران آبستن حوادث بسیاری خواهد بود. در خدمتتونم.
این شهباز جان، شما چگونه ارزیابی میکنی این مرگ یا نابودی یا گم شدن این آقای روزنامه نگار قاشقچی رو در سفارت عربستان در ترکیه؟ ارزیابی شما به طور کل از این مسئله چیست؟ در حالی که سربرگ کلیه رسانه های نامدار و نامونشاندار دنیا رو گرفته، ولی ما در ترکیه میبینیم هزاران کشته شدن در کودتای چند سال پیشی که علیه اردوغان انجام شد، ده ها هزار زندانی داریم و چه ستم و سرکوبی که این آقا علیه ملت ترک کرد. هیچ کسی چی ننوشت، ولی همین که این آقای قاشقچی عرب رو عربستانی ها حالا سر به نیستش کردن، گم و گورش کردن، دزدیدنش، یه عده میگن تکه تکش کردن، حالا داستان های مختلف، چطور یه مرتبه سربرگ های رسانه های دنیا رو پر کرد؟ من نظرم که چیز دیگه هستش. من فکر میکنم ببینید الان حکومت فعلی یا دولت فعلی ترکیه به گونه‌ای داره نون قرض میده به جمهوری اسلامی، به این آخوندها یه زد و بندهایی دارن. این دو حکومت که یک نوعش یا دولت جمهوری اسلامی هست و به گونه‌ای هم که الان حکومت فعلیه یا دولت فعلی ترکیه، اینا زد و بندهایی دارن. من فکر میکنم که تمام اینا زیر سر این دو کشور چیز نکه مردمش باشه، دو دولت ترکیه و جمهوری اسلامی هست. من نظرم اینه. و ببینید خیلی مسائلی که این بار نخست نیست که اونجا یک روزنامه نگار یا خبرنگار در ترکیه به قتل میرسه. اینا زد و بندهایی هستش که خود جمهوری اسلامی با ترکیه میکنه. حالا عربستان اگر این کار کرده، من اطلاعات زیادی ندارم در این زمینه، ولی حد من اینه. تا اونجایی که مطالعه کوتاه من میگه، آقای شیخ کمال ادهم، استاد نامونشاندار آقای فیصل الترکی بوده که سالهای زیادی رئیس استخبارات یا سازمان امنیت عربستان بوده و پس از اون وزارت خارجه رو داشته، که این آقای قاشقچی شاگرد یا دستیار یا رایزن آقای فیصل بوده در سالهای خیلی زیاد، فیصل الترکی بوده. و این آقای شیخ کمال ادهم یک چیز حدود 55 تا 60 سال پیش سفری کلاب رو در میان کشورهای خاورمیانه باب کرده که عربستان، اردن، امریکا و فرانسه از اعضای اون بودند و ایران دوران شاهنشاهی پهلوی دوم هم آریامهر هم عضویت این جریان رو داشت و دست در دست در گسترش کار توریست کار میکردن. ولی آقای قاشقی از اون زمان در ارتباط با اخوان المسلمین مصر با این تیم درگیر بود و در سال گذشته که آقای بن سلمان ولیعهد دست به دگرگونی های بنیادین در عربستان زده، تضاد بین این دو بینش، هرچند آقای قاشقچی در مصاحبه های گوناگون موافقت خودش رو با فعل انفعالات بن سلمان اعلام کرده، ولی مدعی هست که جنگ در یمن به سود عربستان نیست و اصولا دخالت های عربستان در برخی کشورهای مسلمان من جمله ایجاد طالبان در افغانستان به سود سیاست خارجی عربستان نبوده و این تضاد در پشتیبانی از اخوان المسلمین و تضاد او با پاره فعل انفعالات بن سلمان ایجاد اختلافات وسیعی کرده که ارتباطات گنگی به وجود آمده که برخی کارشناسان معتقد هستند که این قتل ناشی از اون اختلافات هست. حالا یا گم شدن یا قتل یا نابود شدن یا به هر روی زندان شدن ممکنه ایشون بله.
من اینجور شنیدم سه خط و سقمشو هنوز نمیتونم قاطعانه با بینندگان و شنوندگان ارجمند این پایگاه فرنگی در میان میذارم. به هر روی وضعیت ایران رو چه میبینی شهباز جان؟ آخرین تحولاتی که در ایران پیش آمده پس از چهل و چند روز شدن رانندگان کامیون، کامیونداران که از چند روز گذشته آموزگاران هم به اونها پیوستن، بازنشستگان اصفهان، کارگران دیگر بخش دیگر چند کارخانه صنعتی که همه روز به روز داره گسترش پیدا میکنه. و من چند ساعت پیش در یک گزارش از CNN دیدم که گویا صحبت بر این است که صنایع نفت ایران هم به این تظاهرات یا این دمونستراسیون های سراسری بپیونده. آخرین اخباری که به دست آوردی در این زمینه چیست؟ یک ترافیک‌سازی بزرگی هم در تبریز با این افراد هستن. الان خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید جناب دکتر گرامی، امروز من خبردار شدم که فرهنگیان یا معلمین یا آموزگاران یا کلاً مدارس مسجد سلیمان به اعتصابات پیوستن و بخشی از شرکت نفت هم همچنین بخشی از شرکت نفت. این بسیار مهمه که کلاً تمام شرکت نفت به این اعتصابات پیوستن و اون موقع که ترکیب رژیم داده خواهد شد. ببینید 13 آقا من فکر دارم همزمان با یعنی زمانی هستش که این تحریمایی که امریکا در نظر گرفته عملی خواهد شد، همزمان با اون روزی هستش که این موضوعایی که حالا از همین جمهوری اسلامی هستن و الان هم پست مقامی دارن سفارت امریکا رو اشغال کردن و خیلی از امریکایان به گروگان گرفتن. حالا هرچی بوده، سیاست امریکا اون زمان بوده و انتخابات بوده یا هرچی بوده، ولی جناب ترامپ رئیس جمهور محبوب امریکا، من اینطوری میبینم، محبوب هستن ایشون و معاون ایرانیان هم هستنید، مخصوصا این روز و 13 آبان رو تعیین کردن که واقعا به قول معروف آمیدوستشیم پدری از آخوند رو در جون سرش آخید. من اینو بهش باورمندم و این اتصابات گسترده تر و گسترده تر خواهد شد و اثرات شما در خود همین ماه آبان خواهیم دید. ما خواهیم دید که به امید خدا، امید پروردگار ایران، وقتی ما صحبت میکنیم پروردگاری که واقعا مزدور نیست، قاتل نیست، ما دیگر روزی رو به عنوان این که سال 41 روی پار آمدن جمهوری اسلامی رو 22 بهمن رو تجربه کنیم نخواهیم دید و ایران آزاد خواهیم داشت و به امید پروردگار باز هم ما نوروز را درون ایران جشن خواهیم گرفت. به مهر خداوند چنین باد. در روی خوشبین هستم با مسئله که ارانه خیلی مسئله در جریان هستش. خود جنابانی هم میدونید اعتصابات باید گسترده تر بشه. من نمیخوام این مسئله رو واقعا رد بکنم، حتما زد و خوردهایی هم پیش خواهد اومد و مردم ایران یک مقدار آمادگی دارن برای زن خورده. ما از کشورهایی مثل امریکا و یا اسرائیل که دموکرات هستن انتظار داریم پشتیبانی کامل رو از مردم ایران بدن، چه معنوی چه مالی، چون الان توان مالی ندارن وقتی اعتصابات آغاز بشه و واقعا همه گیر بشه. نیازمند هستن، مردم نیازمند آذوقهشون هستن، چون روزشون هستن. خب باید یک تشکیلات که حالا من نمیخوام میبخشین تبلیغ برای سر بزنن که پادشاهی کرده باشم یا سیمای پادشاهی ایران، خب خیلی از بینندگان یا همبینندگان ما میدونم ما چقدر جدی داریم به بر بیداریم برای آزادی ایران، حداقل پشتیبان معنوی این رو بدارم، مطمئن هستم موفق خواهیم شد. بله، به خصوص این که در گزارش‌ها آمده که چین حجم خرید نفتش رو از ایران تا 600 هزار بشکه در روز کاهش داده،
هند به 300 هزار و دیگر خریداران صنایع نفتی یا میعانات گازی همه پیمانها رو فسخ کردن. فراموش نکنیم که کمتر از 1,500,000 بشکه در روز فروش نفت ایران اگر نباشه، وضعیت اقتصادی داخل کشور پاسخگوی حداقل‌های پرداخت‌های دولت نخواهد، یعنی دولت توانای پرداخت‌های تعهدات خودش نخواهد بود. کمتر از 1,500 بشکه در روز فروش نفت یعنی یک کلپس، یک فروریختگی اقتصادی بدون چون و چرا. در حال حاضر تنها دو منبع خرید نفت به جا موندن که احتمالاً پس از 4 نوامبر پیگیری خواهند کرد، 300 هزار بشکه در روز هند هست و 600 هزار تا چین. به جز اون همه پس نشستن. عراق نمیخواد همکاری بکنه و دیگر کشورهای منطقه هیچ کدوم دل خوشی برای همکاری با دستگاه حاکم ندارن. این است که وضعیت اقتصادی دلار رو ما میبینیم که روز به روز در نوسان هست و گرفتاری های بانک مرکزی با تورم پولی که در اختیار مردم قرار میده، ضریب تورم و ضریب فشار و ضعف قدرت خرید مردم رو دم به دم داره میبره بالا. در نتیجه فروریزی رژیم به مهر خداوند خیلی باید نزدیک باشه. نزدیک هستش. من یک مسئله اشاره بکنم، همین دو هفته پیش بود بکنم که رئیس جمهور امریکا جناب ترامپ یک سخنرانی داشتن که اشاره فرمودن ایشون به مسئله بندر چابهار. نامی بندر چابهار جمهوری اسلامی کرایه داده یا برای 20 سال به کشور فکرم هندوستان باشه. ببینید، ایشون فرمودن که این قرارداد اصلا اعتباری نداره، با مردم ایران بسته نشده. همچنین الان مسئله که با روسیه با پوتین که یک مامور واقعا بیشرف کاگبه هست، اون قرار دادن برای دریای مازندران اعتباری نداره، یا خلیج فارس هم که چین ماهیگیری میکنه. اینا تنها و تنها زمانی که یک حکومت مردمی پادشاهی خواهد بود و یک دولت مردمی روی کار بیان، اینا اصلا دیگه اعتباری ندارن. مردم ایران باید خودشون آماده بکنن. در ماه آبان اعتصابات گسترده تر خواهد شد از راز آذوقه و خیلی مسائل دیگه. واقعا خودشون رو بتونن یک مقدار نگه بذارن، یک مقدار باید از خودگذشتگی نشون بدن. ما نمیتونیم آزادی رو بخوایم ولی هیچ کاری انجام ندیم. اون کسایی که الان خواب رفتن باید بیدار بشن. کسی که خودش رو به خواب زده ما نمیتونیم بیدارش کنیم. خب اونا معلومه که اونا کار هستن و موضوع. پس بنابراین من خوشبین هستم همین ماه آبان که ما در پیش داریم، ایران آبستن حوادث بسیار بزرگ خواهد بود. مردم ایران خودشون آماده بکنن و همچنین جمهوری امیران اسلامی بدونن که مردم ایران تصمیم خودشون گرفتن. ما میخوایم حداقل طرف بکنیم. ما نه وحشی هستیم، نه تروریست هستیم، نه اینطور مسئله که جمهوری اسلامی انجام میده یا کسانی که به مذهب شیعه باور دارن. ما اونا نیستیم. ولی اگر مسائل منافع ملیمون در خطر باشه، 100% اگر ضروری باشه از سعی دستمون خواهیم گرفت و میتونیم از خودمون دفاع کنیم. در روی اگر عوامری نذارید، من شما گرامیان و مردم خوب اسرائیل و همه ایرانیان را در سراسر دنیا بهشون درود میفرستم. براشون آرزوی تندرستی و پیروزی دارم و همچنین از کارگردان خوب این برنامه جناب کامران گرامی که همواره ما رو واقعا یاری دادن و همراهی کردن، سپاس دیگه من خدمت ایشون و درود دیگه. ما هم همه سپاسگزار تو هستیم شهباز جان. برات بهترین آرزوها رو دارم و امید به دیدارها و گفتگوهای آینده. امیدوارم خبرهای خوب، خبرهای آزادی ایران. همچنین به شما و سپاس از شما. سپاس از سپاس سپاس سیگی جان، از شما میشنویم. حالا
همیشه قصه عشق من و توست، از دامن پاکش چه گلها به جهان روز، زخمی شده امروز بیداد زمانه، محتاج به همیاری و پیمان من و توست. این قصه ما نیست که بازنده بمانی، شرمنده و چون برده و درمانده بمانی. امروز اگر رشته همیاری بجوییم، فردات که ما نغمه آزادی بخوانیم. اندیشه سیاسی از هر گروه آزاد است، راه قدرت پرستان بنیادش بر فساد است، در شهر پاک دینان بازار آن کساد است. فریاد ما عیان است، آزادی زنان است، در هر نژاد و دینی آزادی بیان است. برخیز ای هم آواز، آواز خود کن آغاز، همبستگی در این راه بر پیر و بر جوان است. امروز فقط امتحان، یاران برآرید فریاد، ایران ایرانی آزاد، ایران ایرانی آباد. این از صدای مردم از کیش گرفته زاغم، دوری دین ز دولت، دولت با رأی مردم. برگشتیم با شما عزیزان شنوندگان و بینندگان، و باز سپاس به شما که تا این لحظه با ما بودین، و من خودم شخصا دکتر واقعا لذت زیادی بردم از این برنامه و از این مهمانان عزیز شما که جوابگوی این همه سوالات و این همه خبرهایی که واقعا من خودم شخصا نداشتم بودن. باز برمیگردیم به همون موضوع ایران. بله، داستان خود. بله، که یک موضوعی که منو خیلی آزار میده با اینی که ممکنه یکی بگه که ما خوب خوشحال باشیم به خاطر اینکه یک مملکت سوریه دشمن اسرائیل، ولی با وجود این وقتی که این تصویرها رو میبینیم، واقعا بدن انسان، نه اونهایی که انسان نیستن، به لرزش میفته. تا اینجایی که میدونیم دولت سوریه تا امروز 106 بار حمله شیمیایی به مردمش، به شهروندانش کرده، انجام داده. واقعا این جنایته، واقعا این یه جنایته. آیا جمهوری اسلامی سهمی در این جنایت داره؟ شما چی فکر میکنید؟ دستش تا مفرق در خون ملت سوریه آلوده است، سرخه. چرا؟ اصولا آیا مرز مشترک دارن سوریه و ایران؟ نه. آیا منافع مشترک دارن؟ آیا داد و ستد مشترک دارن؟ به چه دلیلی با ایران از اون ته پاشده اومده در سوریه دخالت های خونباری میکنه که در این کشتارگاه، در این مخروبه، در این ویرانه، واقعا شهروند ایرانی اینجا چه میکنه؟ من میدونم، یه کوتاه از خودم، فکر خودم بگم که البته اسد رو میخواد، این کار رو میکنه که به خاطر اینکه بتونه جایگاهی داشته باشه که با اسرائیل بتونه بجنگه. بزرگترین نظرش این است که مرزهای خودش رو، مرزهای استراتژیک خودش رو، مرزهای نظامی خودش رو، پایگاه‌های خودش رو به مرزهای اسرائیل نزدیکتر بکنه.
ولی خب در ظاهر قضیه میگه که ما داریم میریم اونجا حرم رو فلان بکنیم و میخواییم داعش رو در اونجا سرکوب بکنیم که داعش به ما وارد نشه. این دروغ هاییست که رهبران گوناگون گفتن، از اون علی اکبر محتشمی که زمانی وزیر کشور بود در سال 1980 اومد و حزب الله آدم ستیز آدم خوار رو در لبنان بپا کرد، تا امروز همه خواستشون این بود که به مرزهای اسرائیل هرچه نزدیکتر بشن و حرکات ایزایی داشته باشن. ولی جالب اینجاست که این آقای دلغک روحانی به قول پریسا حسن بنفش این بارها و بارها گفته که اگر اسرائیل فلان بکنه ما اگر یکی بزنه 10 تا میخوره. یک سوال خیلی ساده از آقای حسن بنفش میمونه که در خلال 6 تا 8 ماه گذشته اسرائیل بالای 240 مرتبه تأسیسات شما را در سوریه زده. آیا یک دونه گلوله شما جرأت داشتید شلیک بکنید به سوی اسرائیل؟ بنابراین اینها همه بلوف هست، اینها همه ابزاری هست برای فریب ملت ایران. سرمایه های ملت ایران رو در فقر دارن داغون میکنن ملت رو، سرمایه ها رو آوردن سوریه، توی سوریه، توی یمن، توی لبنان، توی غزه، توی افغانستان و دیگر تروریست های دنیا، دیگر عالم آخران دنیا، در اوگاندا، در زیمبابوه، در گوشه کنارهای افریقا دارن سرمایه میکنن، دارن به این و اون میبخشن به خاطر اینکه دو تا کوره کشر رو مثلا شیعه بکنن یا از تفکر شیعه دفاع بکنن. اینها بجز اینکه زیانبار باشن بر علیه مردم بومی، علاوه بر اینکه سرمایه های ملت ایران رو گام به گام دارن از بین میبرن و ایران رو به یک ورطه نابودی هرچه بیشتر نزدیک میکنن. بیاید ببینید از نظر اکولوژی چه بلایی سر ایران آوردن. خاک رو فروختن صادر کردن، آب رو فروختن صادر کردن و چه قحطی درست کردن، قحطی آبی درست کردن، چه خشکسالی هایی زاییدن. دریاچه رضایی خوش شده، دریاچه هامون خوش شده، تمام طالاب ها از میان رفتن. یعنی هر گامی در هر کجا که گذاشتن سیگی جان بر ضرر ملت ایران، بر ضرر تاریخ، جغرافیا، هستی شناسی و فرهنگ ایرانی بوده. اینها به راستی در ذاتشون، در سرشتشون، در آفرینششون دشمنان سوگند خورده ملت و فرهنگ ایران هستن. نه فقط ایران، من فکر میکنم جهان. این فقط بر ایران نیست. شما اگر دل بذارین، من تا اونجایی که البته به این شما نمیرسم، میبینم که اینا با تمام دنیا اشکال دارن. یعنی فکر کنم که بخوان تمام دنیا رو به خاک برسونن. به چه دلیلی؟ به دلیل این که آقای خامنه ای و همدستانش همه نانخواران و مزدوران اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی دیروز بودند که در سال 1989 از اون بعد آقای میخائیل گورباچف با گلاسنوست پروستاریکاش جمهوریت پرولتاری دیکتاتور را تبدیل کرده وضعیت اخیری که در دوران 24 ساله گذشته از آقای ولادیمیر پوتین میبینیم. خزر رو دو دستی دادن به آقای ولادیمیر پوتین و خلیج فارس رو دو دستی دادن به چینی ها که اونجا اصولا آبزیان خلیج فارس رو درو بکنن، از میان ببرن. در این گذر این مزدوران نانخاری که ادای خداشناسی رو در میارن با دینبازی هاشون باعث انحراف جامعه شدن، نوکران بی خدایان شدن، چه بی خدایان روسی، چه بی خدایان کمونیست چین. فقط به یک آرزو که بتوانند با امریکا به عنوان مادر امپریالیسم دنیا یا تنها دموکراسی به عنوان دموکراسی مادر دموکراسی دنیا یا سرمایه‌دار بزرگ دنیا در بیفتن، با اسرائیل در بیفتن که خزعبلات و لاتعالات و عقاید پوچ خودشون رو پیش ببرن. ما چندی پیش شنیدیم که آقای پاسدار اسدالله اسدی رو در فرانسه دستگیرش کردن به خاطر اینکه مثلا دیپلمات بوده
میخواسته تأسیسات اون جشنی که سازمان مجاهدین که اونا هم یه مش تروریست از همین دم هستن منتها سر سفره قارت ملت ایران با هم دیگه اختلاف پیدا کردن سوا شدن دستگیر کرده که این آقا رو بدن به ایران. این آقا فی الواقع از همدستان آقای مقدم هاشمی از دستیاران وزارت اطلاعات بوده که اون آقای دینی دونه هم فرانسوی کمونیست هم از اینا به انهای مختلف همیشه پشتیبانی میکرده. بنابراین تئوری چپ که یک تئوری خودش حداقل مدعی هست ضد امپریالیستی هست، یعنی سرخای سوگند خورده اومدن دست به دست سیاه‌اندیشان ردا بردوش دستار به سر شدن تا جامعه ایرانی رو از بالا به زیر بکشن که 40 ساله این کار رو تلاش کردن بکنن و تا حدودی هم موفق شدن، از ایران نیمه ویرانه ای ساختن که به مهر خداوند در آینده نزدیک بازی ها دگرگون خواهد شد. میگن خبرهای منتشر شده که شهردار سابق تهران آقای قالیباف از ایران فرار کردن، 800 میلیون دلار با خودش برداشته برده استرالیا. اینو بله همون میگن یه مقدار میگن که ایشون این جنایتکار، من میتونم با این بگم با جرأت، در آلمان زندگی میکنن و بعضیا میگن در استرالیا. آیا شما فکر میکنین که برنامه فرار کردن جمهوری اسلامی به زودی عملی میشه؟ حقایقی که در درون ایران داره میگذره، ورشکستگی بانک ها، اعتصاب ها، اعتراض ها و پرخاش های مردم، دگرگونی هایی که در منطقه داره اتفاق میفته، اون چی که در کشورهای همسایه چه در حوزه خلیج فارس چه در حوزه آسیای مرکزی، نگاه ویژه جامعه اروپا و امریکا به ایران، اون اقتدارگرایان ایالات متحده و نگاه ویژه‌ای که نسبت به دیگر شدهای جامعه ایران امروز دارن، وقتی که همه این دیگر شدهای تازه رو کنار هم میچینیم، این پازل به ما میگه که اون روزی که شما گفتید سیگی جان باید خیلی نزدیک باشه، زیاد ما از اون دور نیستیم. بنابراین من از این پایگاه فرهنگی، از اسرائیل پارسی و سیمای پادشاهی، به شما سربازان خوب ایران زمین در هر کجای ایران زمین که هستید، به شما پاسدارانی که هنوز سر سوزنی غیرت ملی در درونتون هنوز مانده، به شما بسیجی هایی که بیدار شدید چشماتون رو باز کردید و دیدید این یک چند صد آخوند سر شما رو کلاه گذاشتن و سوار دوش شما شدن با تا به خواسته های خودشون برسن و آقازاده هاشون رو فرستادن امریکا و اروپا با سرمایه های دزدی میلیاردیشون کیف بکنن و به ریش شما بخندن، شما بسیجی ها، شما سپاهی ها میبایستی هرچه زودتر اون گمراهان رو سر جاشون بنشونید، بیدار بشید، بیایید اعلام همکاری و پشتیبانی با مردم بکنید، دفاع از ارتش ملی ایران بکنید و شناسنامه هاتون و اسنادتون رو در رسانه های همگانی نشان بدید که به مردم پیوستید تا از خشم فردای ملت برخواسته ایران که در یک رستاخیز نخایی برخواهند خواست تا تبار دیو و دد را از بالا به زیر بکشن شما محفوظ باشید. این فرصتی است طلایی. تا به اون روز نرسیدیم، شمار بزرگی از شما پاسداران، بسیجی ها و تمام شما امنیتی ها، دستگاه های انتظامی که با رژیم همکاری میکنید، بیدار باشید، آگاه باشید. رژیم در حال فروریزی است و چیزکی به پایان این رژیم آدمخوار در ایران نمانده. ایران فردا ایران آزاد آبادی خواهد بود با سرمایه های کلان، با سرچشمه های جوشان نفت و گاز و مردمی که شیفته
مهر به تاریخ و فرهنگ خودشون هستن، مردمی که سرزمین نیاکانیشون رو به جان دوست دارن، دست در دست هم ایران بهتری خواهند ساخت، شایسته نازیدن و بالیدن. بیایید امروز جامعه متمدن دنیا رو نگاه بکنید، ببینید 3 تریلیون دلاری که یعنی 3000 میلیارد دلار پولی که اپوزیسیون ایرانی در روند 40 ساله ساخته، آیا انتقال این به ایران نمیتوانه زیربنا و زیرساختهای ایران رو از وضعیت فلاکت زده امروز به یک وضعیت خوب فرضی فردا برسونه؟ آیا اون انرژی ها و اون جامعه الیتی که سرمایه های راستین ملت ایران هستن، یک ایران بهتر در فردا نخواهد ساخت؟ بنابراین سیگی خوبم، من به شما نوید خوب رو میدم و از این فرصت استفاده میکنم. شما 300 هزار نفر ایرانیان اسرائیل میبایستی هر چه زودتر از این پایگاه فرهنگی به طور قاطع و بدون چون و چرا پشتیبانی های عملی و اساسی بکنید، تا ما پیام های خودمون رو به 80 میلیون همیهن پارسی زبانی که در بزرگترین زندان تاریخ زندان هستن برسانیم و به اونها کمک کنیم تا اونها بتوانند دست در دست هم دستگاه حاکم رو از بالا به زیر بکشن. این آرزو آرزو نیست، این خواسته یک خواسته توهی نیست، یک حقیقت روشن‌تر از آفتاب است. دیر یا زود اون رو خواهیم دید. پاینده ایران، پاینده اسرائیل، پاینده مهر و دوستی میان خواهران همزاد ایران و اسرائیل. بله البته بکنم دیگه کم کم، بله تا برنامه آینده، بله. شما رو به خدای بخشنده مهربان می سپاریم. امیدوار هستیم که این برنامه همچون دیگر برنامه ها موجبات خرسندی و خوشنودی شما رو فراهم آورده باشه و بتوانه هر ازگاه پاسخگوی پرسش‌های شما باشه. با ما بیشتر تماس بگیرید، بشینید پای این صدا، این صدای برای دانه دانه شماست، مطمئنم برای همه شما. بله دکتر، مطمئنم که افراد زیادی این خواسته رو دارن که با شما از شما سوالات زیادی بکنن و ما بیشتر نمره تلفن ها رو اعلام میکنیم و من خودم اینجا نشستم و توصیه میکنم که واقعا تو این برنامه شرکت کنین و سوالاتون رو عنوان کنین و میتونین جواب های واقعا صریحی بگیرین از آقای دکتر دانیل دانا. من خدمتگزار شما هستم با کمال. ما دکتر متشکرم، سپاس از شما سیگی ارجمندم، سپاس از کامران خوبم و سپاس از شما خوبانی که بیننده و شنونده این برنامه بودید. مهر خدای یکتا با شما با تا هفته آینده که دوباره هم دیگه. از این تکرار ذلت بار بی حاصل، همان موجی که میکوبد پیا پی مشت بر آرامش ساحل، براندازم تو پایانی، من آوازم من ایران را به خشت جان دوباره باز میسازم، خودم میسازم از نو سر نوشتم را، جهنم ساختی از روزگار من، خودم پیدا کنم راه بهشتم را.